یک هفته دیگه رسید و یک مشارکت هفتگی دیگه. خوشحالم که به هر طریقی با هم جمع شدید. حالا از طریق اینترنت شده، حضوری شده تو این روزها با وجود این ویروس کرونا. امیدوارم که امسال این ویروس یا تا سال آینده این ویروس تمام بشه و واقعا بتونیم زندگی بدون ماسک رو دوباره داشته باشیم و بتونیم راحت با هم ارتباط داشته باشیم. خدا رو شکر، ولی در هر صورتی خدا نیکوست. خدای ما محبته. کسانی که با ما بودید در هفته های گذشته در راستای کریسمس صحبت شد، در راستای تولد عیسی مسیح، آمدن عیسی مسیح. چه خبر امید بخشی! این خبر امید بخش فقط در حال و هوای روزهای کریسمس نیست، بلکه در هر روز ما میتونه این خبر خوش، یعنی انجیل، یعنی مژده که نجات دهنده آمد، خودش شادی برای خودش میاره. همین که نجات دهنده آمد، خودش یک شادی برای ما هستش و هر روز ما میتونه به یاد این که خداوند ما برای ما چه کار کرده، از صبح که پا میشیم امروز من نجات رو دارم، خدای نجات دهنده با من است. و اما این سری، این دو جلسه رو با شما خواهیم داشت، دو هفته رو، یعنی منظورمه در این دو هفته میخوایم از کلام خدا با شما در میون بذاریم. ما فکر کردیم که چقدر شهادت های بسیاری از طرف شما برای ما ارسال شده و چقدر خوشحالیم و خیلی تشکر میکنیم. و واقعا وقتی که این اتفاقاتی که در زندگی شما میفته از زمانی که ایمان آوردید به عیسی مسیح، چه اتفاقاتی در زندگی شخصی شما و در زندگی روابط شما، یک چیزای درون ما شخصیه، یک چیزایی هستش که در ارتباطهای ما هستش و بسیار بنا کننده هست. وقتی با هم جمع میشید برادر و خواهر عزیزم، چقدر خوبه که در میون بذاریم. بعض وقتا میگم خب بر من خیلی عالی بود، خب اینو باید به بیان کنیم. میگه وقتی با هم جمع میشیم از کارهای خدا به هم دیگه بگیم، از اتفاقاتی که افتاده. و این هفته قسمتی از کلام رو میخوام با شما در میون بذارم که یوحنا باب 14 آیه 6 هست. یوحنا باب 14 آیه 6. این آیه بسیار بسیار پربرکت، مثل همه قسمت‌های کلام خدا. ولی یادمون نره کلامی که در دست ماست حقیقته. حقیقته. دنیا دنبال حقیقت میگرده. و امروز من و شما این کلام رو داریم که حقیقته. کلام خدا، سخن خدا به من و شماست. ببینیم یوحنا باب 14 آیه 6 به ما چی میگه. عیسی به او گفت، به یکی از شاگردا گفت، من راه و راستی و حیات هستم. من راه، راستی و حیات هستم. خدای ما تنها راهه، تنها راستیه و تنها حیاته. و ادامهش اینطور میگه، هیچ کس جز به واسطه من، عیسی مسیح میگه، هیچ کس جز به واسطه من، یعنی به واسطه عیسی، نزد پدر نمیآید. ولی اگه آیات بالاترش رو نگاه کرده باشید، از همون باب 14 آیه 1 میگه دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باش. و پایترش میگه من تنها راه و راستی و حیات هستم. راستم، راهم، حیاتم. راه، راستی، حیات. تنها راهی که توش پا بذاری و به بنبست نمیخوری، تنها راهی که توش قدم برمیداری و میدونی که انتهاش نمیرسی بگی وای عمرم رو تلف کردم. راسته، بنبست نیست، حقیقته. خیلی جاها رفتیم، خیلی کارا کردیم، خیلی قدم‌ها برداشتیم، ولی حقیقت نبوده، راست نبوده و انتهاشم ما رو به حیات می‌رسونه. می‌خوایم با هم این هفته یک شهادتی بشنویم، یک اتفاقی که توی زندگی یک نفر افتاد، با شنیدن این خبر زندگیش متحول شد. زندگیش متحول شد. برادر عزیزی که قرار شهادتش رو با ما در میون بذاره، در همین ویدیو، در همین لحظه که ما در جمع شما حضور داریم، بریم و برگردیم. من میام برادر رو از شما معرفی میکنم و از خود اون برادر و همسرش میخواییم بشنویم که چه اتفاقی افتاده وقتی که این خبر به گوشش رسید. شاید وقتی که دارید و گوش میدی به خودت بگی منم کسی رو میشناسم که در همین شرایط به سر میمره، یا خودت وقتی که این شهادت و این اتفاقی که تو زندگی این شخص افتاده نگاه میکنی میگی چقدر شبیه زندگی فلانیه، یا نوعش با جنسش انگار با جنس زندگی من میخونه. من میخوام بگم امید هست، امید هست. دل تو مضطرب نباشه خواهر و برادرم. پس میریم که این شهادت رو با هم ببینیم و برگردیم.
میتونم بگم که منم مثل هر دختر دیگه با هزار تا امید، با هزار تا آرزوهای فانتزی ازدواج کردم که یه زندگی خوب، شیرین، پر از عشق داشته باشم. ولی متاسفانه سالم اون مرد ایدئال نبود، اون مردی که من مد نظرم بود نبود، و با دروغگویهاش، با پنهانکاریهاش، با این اعتیادی که به همراه داشت، متاسفانه زندگی ما پر از تنش و جدال بود. در جوانی در سن 19 سالگی من درگیر مصرف مواد مخدر شدم و تأثیر مواد مخدر انقدر در زندگی من زیاد شده بود که همه زندگی من رو در خودش گرفته بود، طوری که من مدام با اینکه خودم کار میکردم بدهکار بودم و برای مصرف مواد مخدر مجبور بودم که پول قرض کنم و این باعث شده بود که اون احترام و اعتبار رو در زندگیم هم در خانواده و هم در میان اطرافیان از دست بدم، تا جایی که حتی در تصمیمات مهم زندگیم دیگه هیچ نقشی من نداشتم و خانواده خودشون برای خودشون تصمیماتشون رو میگرفتن و اینطور بود که من انگار از خانواده جدا شده بودم و دیگه امیدشون رو از من از دست داده بودم. اما برای اینکه این اعتبار و اعتماد رو بتونم دوباره به دست بیارم تصمیم گرفتم که ازدواج کنم، که این احترام و اعتبار رو از طریق همسرم دریافت کنم. اما وقتی که ازدواج کردم متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اینطور شد که حتی مشکلات من در زندگی حتی بیشتر شد، طوری که من هنوز بدهکار بودم و مدام به همسرم دروغ میگفتم، پنهانکاری میکردم و همیشه پول کم میآوردم خونه و این باعث شده بود که جنگ و دعوا بین من و همسرم هم خیلی زیاد بشه و اینطور شده بود که یک مشکل هم به زندگی من اضافه شده بود. اما میخوام بگم اتفاقی که افتاد، یک روز یادم میاد در کمال ناباوری وقتی که به خونه اومدم، طبق معمول دوباره دیر به خونه رسیدم چرا که برای مصرف مواد مخدر رفته بودم. اینطور شد که من وقتی وارد خونه شدم منتظر بودم که دوباره با همسرم دعوا کنیم، اما در کمال ناباوری دیدم که همسرم خیلی آروم نشسته و با من سلام علیک کرد و حتی به من چای برای من چای آورد و من خیلی تعجب کردم، اتفاقی که در ماهای آخر زندگی من اصلا نیفتاده بود و من خیلی کنجکاو شدم که چه اتفاقی افتاده. خوشبختانه خبر عالی این بود که من توی محل کارم با همکارام، یعنی همکارام در مورد عیسی مسیح با من صحبت کردن و به من گفتن که عیسی مسیح شخصیه که سرشار از محبته، خداییه که به ما اعتماد میکنه. و من خواستم توی خونه محیطی آروم و محیطی با آرامش داشته باشیم که بتونم پیغام انجیل و پیغام مسیح خداوند رو به ساله بدم و با محبت عیسی مسیح زندگی ما دگرگون بشه و ساله تغییر کنه. و همسر من بعد از مدتی به من یک شب گفت که ساله بیا بشین، میخوام باهات صحبت کنم، میخوام در مورد خدای واقعی، در مورد عیسی مسیح با تو صحبت کنم. من اولش متوجه نمی شدم که نجمه داره در مورد چی صحبت میکنه، اما به من گفت که سال این آرامش واقعی رو خدا میتونه به زندگی ما برگردونه، عیسی مسیح میتونه اون آرامش رو به ما برگردونه. و من گفتم اوکی، من باید چه کار کنم؟ نجمه من گفت سال بیا با هم دیگه دعا کنیم و ما با هم دعا کردیم و این روز گذشت و من اصلا اینو جدی نگرفته بودم. و بعد از گذشت چند ماه که هنوز من به کارهای خودم ادامه میدادم، یک روز خداوند شخصا از طریق کلامش من رو ملاقات کرد و به من گفت که سال دلیل این که سالها سعی میکردی خودت از این مواد آزاد بشی و اون رو کنار بذاری نمیتونستی، دلیلش این بود که با قدرت و اراده خودت میخواستی این کار رو انجام بدی، اما تمام قدرت آسمان و زمین، تمام اقتدار در دستان من هست، من هستم که میتونم تو رو آزاد کنم. و اونجا بود که من تماما قلبمو به خدا دادم و در 3 روز به صورت معجزه آسا این مواد از جسم و زندگی من بیرون رفت و امروز نزدیک به 5 سال هست که من پاک هستم. میخوام بگم که اگر که زندگی ما در مشکل هست، اگر که سالها هست در مواد مخدر هستیم، اگر که حتی زندگی مشترک ما هم به بن‌بست خورده، این خدا قادر هست که زندگی ما رو دگرگون کنه. برای اون فرق نمیکنه که چند سال در مشکل هستیم، برای اون فرق نمی کنه که ما چه مشکلی داریم، اون قادر هست که زندگی ما رو دگرگون کنه. فقط نیاز هست که به او اعتماد کنیم
و تمام قلبمون رو به این خدا بسپاریم. خدای زنده، خدای قادر میتونه ما رو از هر شرایطی بیرون بیاره. همونجوری که زندگی زناشویی من و ساله رو نجات داد، من ایمان دارم که زندگی عزیزانی که الان در حال مشکل هستن، در حال تنش و جدال هستن، ایمان دارم که خداوند نجات میده و روابط و شفا میده. خدا رو شکر. دیدید کار خداوند رو؟ دیدید خداوند چطور از طریق یک شخص، همسر برادر ما ساله ایمان میاره و چطور خدا با قلب ساله صحبت میکنه؟ ایمان از شنیدنه. میگه دل شما مضطرب نباشد، به من ایمان داشته باش، من در چارچوب زمانبندی خودم عمل میکنم، تو فقط به من باور داشته باش. مثل فرزندی که دست پدرش رو گرفته و داره از دره ها، کوه ها، جاده ها رد میشه. امروز کی با ماست؟ خدای زنده، خدای قادر مطلق ما رو میگه بیا، بیا دستتو به دست من بده. شاید ایمان آوردیم اینجا نشستی و میگی من باور دارم، شاید 6 ماه، چند ماه، چند ساله، میگه محکمتر دستتو بگی تو دست من، محکمتر، یعنی نشان باور منه، دستم تو دست پدر هستش. منتظران خداوند خجل نخواهند شد. امروز عده بسیاری سراخ شاید داشته باشی که از دستر اعتیادن دیگه، میگی بابا این چند بار رفته ترک کرده، دوباره برگشته، نه امیدی بهش نیست، یا ترک کرده، به جای مواد چیزی دیگه جایگزین کرده، یا نه عادتهایی هست، یا روابط زن و شوهر به مشکل برخورده و میگن شاید دور اطراف میگن تنها راه طلاقه، برید طلاق بگیرید جدا شید دیگه از دست هم راحت بشید. ولی میخوام بگم عیسی تنها راه و راستی و حیاته. خواهر و برادرم، امروز شما نمیدونید تو زیر سقف همسایه های شما چی میگذره، شاید هم میدونی از سر و صدایی که از خونهشون میاد، دعواهایی که شاید دارن، نه فقط دعوا، حتما کسایی که فقط دعوا میکنن باید ایمان بیارن، حتما کسایی که فقط اعتیاد دارن باید ایمان بیارن، نه، هر کس که ایمان بیاره نجات پیدا میکنه، چون همه نیاز به نجات دارن و اون ویروس اسمش گناهه، ریشه همه اینها گناه هست و عیسی اومد به خاطر گناهان ما به روی صلیب رفت. خواهر و برادرم، کیو سراغ داری که حاضر شده بچهشو قربانی یک شخص دیگه بکنه؟ شاید به خاطر دوست، رفاقت، کیو حاضر سراغ داری که بچهشو، جانشو، بدنشو، قلبشو اهدا کنه برای یک کسی که توی زندان هست، جنایت کرده؟ امروز میخوام بهت بگم خواهر و برادر عزیزم، خدا با من و شماست. او اومده، پدری که فرزندشو فرستاد به خاطر من و شما قربانی بشه. امروز همه دنیا باید این خبر رو بشنوند. تو خیابون وقتی رد میشی، کسی رو کنارت میبینی، اون نیاز به نجات داره، یک فرصتی که از کنار کسی تو پیاده رو داری رد میشی، اگر نشنوه چطور ایمان بیاره؟ درسته خدا از طریق خوابم ملاقات میکنه، ولی خود من و شما چطور ایمان بود؟ امروز خیلی یار میشتم که از بشارت شنیدن خبر خوش از دیگران، دیدید که صالح چطور همسرش به اون خبر رو داد، چطور محبتش کرد، چطور وقتی اومد خونه گفت ای باورم نمیشد، چطور این اومد اینطور منو محبت کرد. محبت خیلی زوراوره، محبت درش قدرته، ولی محبتی که از یه جو باید من بگیرم بالاخره تا بتونم محبت کنم. و من و شما میتونیم محبتمون از کی دریافت کنیم؟ از خود خداوند. وقتی بیاد میارم اون برای من چه کار کرده، چقدر برای من ارزش قائل شده، جانش رو فدا کرده، اونجاست که میرم تا محبتم رو نثار دیگران کنم، نثار پدر و مادرم، خواهر و برادرم، فرزندم، شوهر و همسرم، همسایم. امروز عیسی تنها راه و راستی و حیاته، تنها راه و راستی و حیاته. دل تو مضطرب نشه خواهر برادرم، شاید بگی منم سالهاست این مشکلاتو دارم، پس چرا حل نمیشه؟ به محبت کردن ادامه بده، محبتی که از عمق هستی وجود قلب بیرون میاد، محبتی که دریافت کنی، وقتای شخصی تو با خدا بیشتر کن، وقتای شخصی که ازش لذت ببری، برو در حضور او که میگه من دامادم و ما عروس او هستی، کلیسا عروس عیسی مسیح، رابطه داماد و عروس، همچین رابطه با خداوند داشته باش و از حضور او لذت ببر. کلامشو که میخونی باش وقت بذار، وقتی که با کلام خدا میذاری عمیق باشه و همچون یک نامه عاشقانه، یک نامه پند و نصیحت،
یک نامه ای که میگه این نقشه ای که بهت میدم تا به مقصد برسی، مقصدی که درش حیات هست. خداوند شما رو برکت بده، منتظر شنیدن شهادت های شما هستیم. ولی مراقب باش، نگو دیگه نمیشه، نگو امکانش نیست، شرایط سخته، اینجا امکان بشارت دیگه نیست. شاگردا وقتی که عیسی وقتی رفت روی صلیب، چند هفته بعدش چه بیداری تو همون شرایط. پادشاه همون بود، فریسی ها همون بودن، جفاها بود، کلیسای اولی از تو سختی های بسیاری رد شد، ولی تو همون سختی ها باور داشت، ایمان داشت، پایداری کرد و تا همینطور خبر خوش به شهرها، روستاها و اقصا نقاط رفت. امروز نگاه نکن تو چه شرایطی هستی، بدون که تو همون شرایط خدا قادره مسیر رو باز کنه. هیچ کس نمیتونه مانع این بشه که افراد، کلیسا رشد نکنه. هیچ دولتی، هیچ قدرتی نمیتونه، چون خدا با ماست. آمین. تشویقتون میکنم نور و نمک باشید. تشویقتون میکنم همچنان به محبت کردن ادامه بدید و ناامید نشید. او تنها راه و راستی و حیاته. دل شما مضطرب نشه، به خداوند ایمان داشته باش و برو آنچه یاد گرفتی، آنچه تو امروز یاد گرفتی رو در عمل محبت کن به شخصی که میخوای که اون نجات پیدا کنه. خداوند شما رو برکت بده. تا هفته آینده، خدا نگهدار.